امیر کاش بریم یه جا درباره مشخصات فنی شوال صحبت کنیم. مثلا اون بالا چطوره بریم؟ اوکیه، میتونم کنترلش کنم. دارم وسوسه میشم تریل بخرم. سیستم تعلیقش به اندو نمیخوره. آقای رادت خیلی مخلصیم. امروز زدیم به دل بیابون که بیام یه تریل دیگر رو تست راید کنیم. تریل فلات 200 تر سیاره از شرکت همتاس که قیمتشو امروز عزیزم پرسیدم 125 نقده و 144 اقساط که از نمایندگی همتاس میتونید بگیرید. دور خدمان پس از فروش اینا رو نمرا میدونید صحبت میکنیم و میریم تو این دل بیابون چیپ بیپ میزنیم، تست میکنیم، قدرتشو میسنجیم، ببینیم به درد شهر میخوره، آفرود میخوره، چه نوع آفرودی برای شوه تو شهر هم میریم تستش میکنیم دیگه. بریم پیش موتور. اول از همه تو هر موتوری باید مشخصات فنیشو بدونیم که بفهمیم با چی طرفیم، بعد بریم برای تست رایدش. پس یه سری توضیحات کوتاه راجع به این موتور بهتون میدم. اول سبکش میدونید دوگان است، یعنی هم شهر میشه استفاده کنی هم جاده تستش میکنیم ببینیم چقدر بیرون از جاده. تریله، اندرو نیست. چرا اندرو نیست؟ چون نه حجمش به اندرو میخوره نه سیستم تعلیقش. یه انجین تکسیلند داره که 200 سی سی 198 سی سی در است، تکمیل با دامک بالاست، یعنی اس او اچ سی و دو سوپاپ 4 زمانه است و میتونه 13.5 از توی آر پی ام 7768 بده و 13.3 نیوتن متر گشت آور توی آر پی ام 6017 بده. خب چیزی هم که اینجا نوشته، شرکت روغن 250 رو بهش پیشنهاد میکنه و 800 سی روغن موقع تعویضش باید توش بریزید و یه ریز یه بار تعمیر کردید، چون این موتور فیلتر کاغذی یا فیلتر پیچی نداره و فیلتر فلزی انگار اوندا داره. و این نکته هم بگم، هوا خنکه و حتی یه رادیاتور کوچولو هم روی این موتور نداریم. سیستم انجکتور رو داریم روی این موتور که انجکتورش یسونه و نسبت تراکم موتور 9.6:1، یعنی احتیاج نیست از بنزین با اکتان بالا توش استفاده کنید. عین بقیه تریلا، حتی بعضی از تریلا، هندل رو هم روی موتور داریم که همین اول هندل رو یه تست بکنیم ببینیم جوابگو هست یا نیست. هندلش بد نیست، صداش هم یه تست بکنیم. صداش صدای بدی نیست، یه اگزوز تقریبا خوب روی این موتور داریم، شکل خوبی موتور داره، ولی وقتی سرنشین عقب پا میذاره این بغل پا گیر میکنه و هم کفشو میسوزونه هم اگزوزو خراب میکنه که یکی از بدیهای ظاهریش اینه. یه زین فوق‌العاده نرم روی این موتور داریم که خیلی راضی کننده است. حالا تو تست در موردش بیشتر نظر میدم. سرنشین عقب هم جای خوبی داره، دستگیرهای موتور هم خوبه که راحت اگه بخوای جابجا کنی موتور رو توی حالا یه جای اینجوری میتونی جابجا کنی و از این ورم حتی میتونی بکشی که اینم خیلی خوبه. یه باک 7.5 لیتری هم روی این موتور داریم که تقریبا تریلا باکشون کوچیکه، حالا باز 7.5 بد نیست به نسبت. سیستم تعلیقی که روی موتور داریم، یه کمک فنر تلسکوپی و جلو داریم و تک کمک و عقب که توی تست در موردش کامل صحبت میکنم. رینگ و لاستیک جلو هم 321 از مارک ایران یاسا، عقب هم 4618 ایران یاسا رو داریم و دوباره پره ای و تیوب. ترمزهای دیسکی رو جلو عقب داریم که برا تستشون میکنم ببینیم ترمزگیریشون چجوریه. یه سری فلاپ روی این موتور داریم که وقتی نگاش میکنیم به نسبت کیفیت بدی نداره، ولی چینیه دیگه، خیلی کیفیت آنچنانی هم نداره. حالا بچه‌ها که صحبت میکردن مثلا اینکه خوب بوده، حالا خوردن زمین نشکسته، خیلی تورد نبوده، ولی فلاپا رو چیزا رو برچسبا رو کامل مشکل داشتن، چون مثلا اون برچسب جلویی که الان نیست به خاطر اینه که با اولین کارواش میره رو برچسبا خیلی اوکی نبودن. زینم با اینکه نرمه ولی متریالی که روش استفاده شده خیلی جالب نیست، ولی خوبه، راحته. یک کیلومتر دیجیتال هم روی این موتور داریم که نمایشگر دنده رو داره و بقیه چیزایی که احتیاج دارید رو بهتون نشون میده. یه USB رو اینجا داریم که اگه بار گوشی چیزی خواستید شارژ کنید میتونید. نور این موتور هم توی شب به نسبت خوبه، هم چراغ جلو نور خوبی داره هم چراغ عقب نور خوبی داره. LED های رانینگ رو روی راهنما داریم که اینجوری حرکت میکنه، چیز جذابیه. و هندگارد های چراغدار روی موتور داریم که اگه با این هندگارد ها یه بار خوردید زمین دیگه خودتون میدونید، چون دوانیم جفتی پولشه.
به خاطر همین چراغش حواستون باید باشه. جک این موتور هم جک خوبیه، بلنده و البته سنسور جک رو روی این موتور نداریم، یه خوردم شله تو حرکت بازی میکنه. و زنجیر این موتور که فوق‌العاده بی‌کیفیته، خیلی با بچه‌ها که صحبت میکردم خیلی ازش ناراضی بودن، خیلی زود کش میاد. همین موتور هم حتی من دیشب مجبور شدم یه دونه از زنجیرها رو در بیارم که بشه باشه امروز اومد تست راید، چون خیلی تا آخر برده بود هنوز زنجیر شل بود و زنجیرش فوق‌العاده زنجیر بی‌کیفیتیه. صاحب موتور هم که ازش ما گرفتیم قصد داره بلافاصله زنجیر و چرخنده عقب رو عوض کنه. وزن این موتور هم نسبت سبکه، نسبت به خیلی از تریلا 118 کیلوه که البته وزن خیلی سبکه نیست، ولی موتور قابل کنترلیه. از لحاظ ابعادم 2 متر و 12 سانت طول موتوره، 80 تا عرض موتوره، 130 تا ارتفاع موتوره و فاصله دو محورش هم 137 تاه و فاصله زین تا زمینش 88 تاه. برای منی که قدم 181 اوکیه، میتونم کنترلش کنم، تقریبا نوک پاهم رو زمینه، کامل نمیتونم پاهم رو زمین داشته باشم ولی تعادل خیلی خوبی روی موتور دارم. فرمونش هم فرمون خوبیه که یکم بالاه، حالا از لحاظ تو دست بودن تو دسته خورده کیفیتی خوب نیست، اینجا مشخصه بعد از یه مدت فشار بهش اومدن رنگش پریده، فرمون هم میتونید عوض کنید. و اینور قلوا و اینا، یه چیز عجیبی که رو قلوا دیدم، این چراغ نور بالا پایینش باید یکی بزنی بره بالا بیاد پایین، مدلش فرق میکنه و نورپلیسی رو نداریم که از همین میتونیم به عنوان نورپلیسی استفاده کنید با یواش زدنش. خب دیگه بریم سراغ تست راید موتور. میشه بالا اومدنه بهتر است. خب آقا من همین اول بگم احساس راحتی خوبی رو موتور دارم، یعنی موتور هم زین راحتی داره، هم ارگونومی راحتی داره، فرمون بالای به نسبت خوبه و موتور خیلی تو دست آدم حس میکنه و سوال نرمی هم داره. یکم گازش بدی. یه خورده چیزایی که رو موتور استفاده شده کیفیتش پایینه، مثلا دیسی عقب هم داره صدا میده هم ترمزگیری خوبی ها نداره که تا یه ذره پا رو دیسی عقب بیه واسه که عقب بخواد بکشه، این میتونه توی پایین اومدن از شیبا خطرناک باشه. اولوینگ های موتور بچه ها همه میگفتن مشکل داره و بعد از تعمیرم حتی صدا میده که صداش خورده میاد امروزم. ولی میگم موتور سواری نرمی داره که اوه اوه چقدر شیشه اینطور تو چاله چورا سواری نرمش و قشنگ خودش رو نشون میده. یه مشکلی که من توش حس میکنم یه دنده بینه، دنده یه یک و دو میخواد، چون دنده یکش خیلی پر زوره و زوری هم زورش تموم میشه، یعنی دورش تموم میشه باید بری دو، وقتی میری دو دیگه اون زور قبل رو نداره، یه اون موتوری روک میخواره، یه دنده بینه این دوتا میخواد. بالا بریم. برای هندلینگ موتور خوبه، موتور تو دسته، زور موتور به نسبت خوبه،
نسبت به 200cc بودنش البته با موتورهای برند و سیسی های بالاتر مقایسش نکنید. نگفتم لیست خود یه لحظه چیکار کنیم زیمر بیرم اینجا سنگاش خیلی بده و زیرت داره لیز میخوره. خوبیه داشتن این دستگیرها تو آفرود همینه که اگه یه جا موتور گیر کرد بتونید درش بیارید. نفسمون گرفت ولی موتور نسبت زور برای نداره، سوارش نرمه ولی کمک فنر جلو تو دست اندازه که میفته یه تقه میزنه بالا که این باعث زود خراب شدن کمک میشه و حالا اون حس کردن تقه و لاستیکا خیلی لاستیکای اوکی نیست و اذیت میکنه. ایران یاساس دیگه، اگه بتونید لاستیک بهتر بندازید. ترمز جلو هم بد نبود به نسبت، خیلی بهتر از عقبه. دیگه چیز خاص دیگه اینجا نداریم، دور بزنیم برگردیم. خوبیه سبک بودن موتور و داشتن دستگیرها گفتم. اینه شما موتور رو میچرخونی تو جایی که مثل اینجا راهی برای دور زدن نداری. کرمه دیگه بشینیم برگردیم بریم پایین. پا میاد رو ترمز عقب، تایر عقب لیز میخوره. جام که خاک خیلی نرمه. تعادل هندلینگ موتور خوبه، خوبه موتور تو دستیه، میشه یه سری حرکات باشه انجام داد. آفرود سبک باشه، خیلی آفرود سنگین نمیتونید باش برید و اینه بقیه تریلا اگه چرخ رنده قابل بزرگتر کنید خب قدرت بیشتری رو دارید. زنجیرش هم که گفتم عوض کنید، زنجیر فوق العاده بی کیفیتیه. یه خورده در مورد رکابا یه خورده پایینه، پای من به سنگ و خار و اینا داره گیر میکنه. عقب هم همینجور بودم، خورده رکابا پایینه و گیر میکنه این ور اون ور. یعنی الان دنده دوش زور زیادی نداره، دنده یکش هم سریعه. ذره گاز بهش که میدی میگه برو دو برو دو. ایزار هم دادم بالا، نمیدونم صدام چجوریه. وایسادن رو موتورم خوبه، یعنی فرمون اوکیه و رو موتور شما میتونید ایستاده و از جایی که میخواید رد کنید برید. مثل سیفور فرمون خیلی پایین نیست که دست درست نرسه بهش، راحت میتونید وایسید روی موتور مثل اینجور را. و یه مشکلی داره که دنده درست جا نمیره، باز موقع دنده رو جا میزنی ولی در میره. مثل الانی که در رفت و گاز دادیم موتور آزاد بود. اینجا کجاست؟ اینجا کجاست؟ خب اینجا بردش کنیم. شدیم یکم به سختی. آقا گوپرو هم که طبق معمول خاموش شد. یکی از خوبی های سبک بودن موتور که گفتم چند بار و پا به زمین رسیدن اینه. من این کار رو تیفور نمیتونستم بکنم، ولی شما الان اگر هم قدر من باشید یه جو گیر کنید و
آسیب دور بزنید خود موتور رو میخوابونید و به مسیرتون ادامه میدید. این خوبه. تقیه صداش میاد میخوره یه های تق ای داره بیدار یه های تق میخوره و این اذیت کننده است. علی موتور زور خوبی داره، زور موتور به نسبت 230 بودنش خوبه، نسبتا هندل اینجا خوب هم داریم روی این موتور. تو خاکی رفتن موتور هم خوبه، خاکی رفتن خوبی هم نه خیلی هم بد نیست، متوسطه. لاستیک هم خیلی تاثیر داره، هولوینگ رو هم عوض کنید خیلی بهتر میشه. ترمز هم تست بکنیم، خوبه یه بار دیگه تستش کنیم ترمز رو. خاکی ترمز عقب فقط میکشه، یعنی ترمز عقب ها میره روش میکشه. بله خب آقا، من یکم به موتور فشار آوردم، موتور داغ کرده، پای راستمو داره میسوزونه. آقا راستی درباره بازارش هم بخوام بگم، بازار دست دوم خیلی ضعیفی داره، چون اقساط میده شرکت سی سراغ خرید موتور دست دومش نمیافته. خب آقا سواری دو نفره این موتور معلوم خواهم عقب بشینم، خیلی باحاله چون زینه خیلی بزرگ و خوبی داری و جای راحتی داری برای عقب نشستن و ارتفاعش خیلی بالا نیست برای سوار شدن و جاشم نرمه، نرم و خوبه، جاش راحتی برای خورده بیرون از جادهشم بریم. عقب خیلی نرمه، یعنی واقعا برای استفاده دو نفره توی شهر و بیرون جاده میتونه گزینه مناسبی باشه و الان راحت همون یکم چاله چوده پیدا کنیم بیافتیم توش. اما عنوان نفر دوم فوق‌العاده راحتم، البته راحت خیلی زیاد نیستم، اما اینجا بیابونه ولی نسبت خیلی از موتورها سواری خوبی داره نفر دومش. یه خود کمک فر زیر آدم میزنه، کمک فر عقب که این چاله چوده ها عادی. حالا یه نکته مهم دیگه هم هست، تقسیم وزن روی موتور. الان محمد از من سنگین تره، من 72 کیلو هم، محمد فکر میکنم 100 کیلو باشه، حالا ازش میپرسم مینویسم. و الان تقسیم وزن موتور خوبه، حالا اگه ما جاهامون رو عوض کنیم، حالا تقسیم وزن عوض شد و من نشستم پشت موتور که سبک تره. محمد چند کیلویی؟ 95 کیلو، یعنی 25 کیلو از من بیشتر و الان من یه ذره گاز که میدم حس میکنم سر موتور میخواد بیاد بالا و یکم بیشتر رو هندلینگ تاثیر گذاشته، ولی باز خوبه. ولی تو دو نفر، تو یه نفرم تو شیب احتمال این داره سرش بخواد بیاد بالا، تو دو نفره دیگه خیلی بیشتره. دارم وسوسه میشم تریل بخرم، سویش بسته است. شتاب به نسبت خوبی هم داره، چون 0 تا 100 نمیشه با آک زد و به 100 تا نمیرسه باید تاپ اسپید باش بریم. اگه برسه اینجا به تاپ اسپید که فکر نمی کنم، بریم جلوتر. ولی در کل شتاب بدی نداره، خیلی هم شتاب خوبی نداره. مثلا بخوام مقایسه کنم با تیفوری که
توی چیز قبلی رفتیم، ویدیو قبلی رفتیم، شتابش از T4 کمتر، دنده یک خیلی زود پار میکنه و دنده دو جون آنچنانی نداره، مخصوصا تو آفرود. الان بالای رو 85 تا اینه T4 داره بندری میزنه. اوه بندریش خیلی زیاد بود، داشت کنترل موتور از دستم در میرفت، خیلی تعادلش بد، خیلی. آقا یکی از بدیاش هم مونتاژ بده، اون پایین رو که نگاه کنید الان این نگه دارنده چیزا کج شده، نگه دارنده سیما. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه فابریک صفر که صاحب موتوری موتور گرفته تو دست اندازا میخورده و زخم انداخته روی کمانچه تلسکوپیش که خیلی بده. بحث یه دقت ساده است برای بستن. خب آقا این موتور رو به غیر از بیرون جاده توی شهر هم میتونید استفاده کنید که هندلینگی به نسبت بعدی توی شهر نداره، خوبه. اگه تو اتوبان میخواید استفاده کنید چون کم تا به سیدش کمه شده اذیتون کنه، یه سری مشکلات هم داره، مثلا ECU ESO یعنی سیستم انجکتور ESO-نی که روش استفاده شده خیلی قوی نیست، توی گاز خوردن یه موتور ریپ میزنه. بچه ها شنیدم ECU سوزونده ولی مطمئن نیستم، ولی در کل ریپ زنه رو داره که مال ضعف سیستم انجکتورشه و بول بیرینگا کلن به نظر من تعویض کنید جنس خوب بندازید خیلی بهتره، به خاطر اینکه بول بیرینگاش ضعیفه و مخصوصا تو تاب اسپیدی که داشتم میرفتم خیلی لرزش داشت موتور، ولی در کل هر دو تا جا میتونی تقریبا استفاده کنید، ولی آفرود سبک و تو شهر که نسبت به قیمتش یه سر چیزایی میده بهتون که نسبت به قیمتش دیگه دقیقا هرچی پول بدی آش میخوری همونه. یه خورده کلاچ هم اسم کنم ضعف داره، مثلا برای دنده جا رفتن ها و کلن گیربوکس هم گفتم گیربوکس 5 سرعت هست، 5 تا دنده داره، دنده 6 به نظر من احتیاج نداره، ولی نسبت چیزش خوب نیست، نسبت گیربوکسش خوب نیست، دنده بین 1 و 2 میخواد، ولی در کل عدم نیست. یه خورده صداش زیاده، چم رو مخ صداش به نظر من، من کلا خیلی با صدای بلند اگزوز حال نمیکنم. خب آقا بریم یه شیوه تقریبا نسبتا بد، البته نسبتا بد برای این موتور چون اگه موتور خوب باشه راحت میره بالا، بریم تستش کنیم ببینیم چجوریه، میره بالا نمیره. شیوه بدی بود، یه خوردم سنگا بد بود ولی رفت بالا. بریم بیایم پایین. زور تقریبا خوبی داره موتور، ازش توقع نداشتم اینو بره، ولی زور موتور خوبه، آفرود سبک باش میتونید برید. آقا اسپیس شیبو میخوام بزنیم شیبه گوجه، این همون شیبیه که با گوجه رفتیم، هر تریلی هم آوردیم اینجا میخوام تست کنیم. بریم الان این فلات تره دیویسه، فلات دیویسه تره سیارف هم تست کنیم. این دیگره که خیلی راحت تر از T4 ویدیوی قبل رفت، راحت رفت بالا. خب آقا گفتم این موتور رو اول ویدیو که شرکت همتاز وارد میکنه و در مورد خدمات پس از فروشش خیلی خوب نیست، مخصوصا بعد از اینکه کارخونه خود همتاز آتیش گرفت یه سری قطعات کلن کم شد و شرکت گفته اگه چیزی کم بود باشه سفارش میدیم،
حالا این میتونه چیز کنه. در کل فلات 200 ترسیاره، یه موتوریه که تقریبا کم شتابه، تاپ اسپید کمی داره، زورت به نسبت خوبی داره رو 200 سی سی بودنش، که اگه بتونید چرخنده و زنجیر رو عوض کنید خیلی خوبه، چون زنجیر فوق‌العاده بی‌کیفیتی داره. من تقریبا بقیه مواردم تو ویدیو گفتم، فکر نمی‌کنم چیزی مونده باشه و اگه شما صاحب موتورید حتما نظراتون رو کامنت کنید، تجربه استفادهتون رو کامنت کنید تا بچه‌ها بتونن خرید خوبی داشته باشن. و خیلی مخلصم، تا ویدیوی بعدی، فعلاً.